همکنون درآمد سرانه در امارات متحده عربی یک چیزی حداقل چند ده برابر درآمد سرانه در کشور ما هست خب دوستان عزیز باز هم در امارات هستیم و قرار هست بیشتر در مورد تفاوت‌های سیاست های اقتصادی بین دو کشور خدمت شما ارائه رو داشته باشم پیشرفت امارات متحده عربی از زمانی پیش آمد که سیاست تجارت آزاد در شهر دوبه حاکم شد این سیاست باعث شد که تعداد زیادی از تجار ایرانی از جنوب ایران به خصوص از بندر لنگ مهاجرت کنند به دوبه و کم کم حاکمان دوبه دیدند که اثر حمایت از تجار و تجارت چگونه میتواند سطح معیشت کشور را تغییر بدهد این بود که به تدریج سایر امارات در امارات متحده عربی همین مسیر رو دنبال کردند <applause> یعنی در ابتدا این هفت اماراتی که امارات متحده عربی رو به وجود آورده بودند سیاست های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و اعتقادی متفاوتی رو در پیش گرفته بودند اما به تدریج از یکدیگر آموختند و این آموختن از یکدیگر موجب شد که در تمام کشورهای امارات متحده عربی و در تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به تدریج فرهنگ تجارت آزاد حاکم بشود این درس بزرگی برای ما هست که ما یک تاریخ پنج هزار ساله ای داریم که در مسیر جاده ابریشم بودیم و در مسیر تجارت بودیم و این اقتصاد بر مبنای تجارت باعث شده بود که کشور ما همیشه سرآمد باشه کشور ما در طول تاریخ از اقتصاد قوی برخوردار بوده و به همین دلیل اقتصاد قوی بوده که در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی هم سرآمد بوده و موجب تاثیرگذاری گذاری بر تاریخ جهان بوده است اما همانطور که در برنامه پیشین خدمت شما عرض کردم یک ویروس چپنگری و یک ویروس ضد تجارت متاسفانه در چند دهه گذشته در کشور ما حاکم شد که نتیجه را به اینجا رساند که همکنون درآمد سرانه در امارات متحده عربی یک چیزی حداقل چند ده برابر درآمد سرانه در کشور ما هست باز ادامه خواهیم داد